در برنامه بررسی و تحلیل رویدادهای روز امروز دو مهمان عزیز داشتیم. یکی آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی که از طریق اسکایپ مهمان ما بودند و یکی خانم دکتر شیرین نوری که در استودیو حضور داشتند و کلن در برنامه امروز جهانی سازی و چینی سازی اقتصاد رو در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی، آقای ابراهیم رئیسی مورد بررسی قرار دادیم که اون رو در آسیا نیوز ایران هم می توانید ببینید. اما مطالب سر صفحه، علت اصلی افزایش قیمت سیمان در کشور چیست؟ این رو آقای رحمانی معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت اعلام کرده، گفته قطعی های برق از سال گذشته تا کنون علت اصلی کاهش تولید سیمان و ایجاد بازار سیاه آن هست. و حالا که دیروز ما گفتیم که کسانی که از این بازار سیاه استفاده میکنن و 7 خریدار عمده کلیه تولیدات رو میخرن هم موجب ایجاد بازار سیاه شدند. اما امروز بورس شروع به کار کرد پس از 6 روز تعطیلی و ادارات هم به صورت جدید، یعنی از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر شروع به کار کردن و 70% از نیروها هم دورکاری باید بکنن. 30% از کارمندان در ادارات حضور دارند و بازار بورس که امروز شروع شد شاخص کلش 12113 واحد در روز اول افزایش داشته که خبر خوبی است و قیمت دلار هم چندان تغییر نکرده، 24800 تومان و قیمت یورو هم 29300 تومان و هر قطعه سکه طلا هم 10,593,000 تومان خرید و فروش می شده در کف بازار و هر گرم طلای 18 عیار هم امروز 1,076,622 تومان و 7 ریال خرید و فروش می شده. سدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس امروز گفته هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم که این روزها گرانی ها به سیمان و میلیگرد و حتی میوه رسیده که مردم نمی توانند بیشتر از 0.5 کیلو میوه بخرن. خانواده ها رو میگوید، خانواده های متوسط، تازه خانواده های پایین که اصلا اون 0.5 کیلو رو هم نمیتونن بخرن. اما خبر رسیده آمار گفته است که سال 99 بیش از 15 میلیون نفر به تعداد مشترکان اینترنت پهنباند سیار کشور افزوده شده و تعدادش به 84 میلیون مشترک رسیده که عدد بسیار بالا و خوبی است. با این وجود، با همه این حرفها، سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره طرح جنجالی مجلس برای فضای مجازی گفته که حدود 14 بار و بیش از 2000 ساعت کار کارشناسی انجام شده و گفته در این طرح اجازه فیلتر اینستاگرام، تلگرام یا توییتر زمانی داده می شود که یک پلتفرم داخلی جایگزین آنها بشود. در تحلیلیه ما بحث شد سر همین خبر، ما ارزیابی مثبت کردیم، یعنی الان باید فیلتر از تلگرام و توییتر برداشته بشه برای اینکه پلتفرم داخلی جایگزین نشده هنوز و بعضیا میگوین که میخوان این کار رو بکنن تا اونا رو سانسور بکنن، تا اونا رو فیلتر بکنن. در هر صورت الان فیلتر کردن اینستاگرام بسیار مضر برای کسب و کارهای اینترنتی، امیدواریم هر چه زودتر این فیلترها رو بردارن و بیخود قوانین جدید وضع نکنن که آزار بدن مردم رو. پلیس هم یه حرف جالبی زده در مورد خانم‌های موتور سوار، خیال خودش راحت کرده، گفته هر کس گواهینامه موتور داشته باشد میتواند موتور سواری کند. و خب معلومه که خانم‌ها کسی هنوز بهشون اجازه نداده که گواهینامه بهشون بدن تا اینجا که ما اطلاع داریم. در این صورت به جای اینکه بگن خانم‌ها اجازه موتور سواری ندارن، بگوین کسانی که گواهینامه ندارن اجازه موتور سواری ندارن. اینم از اون حرفایی است که دارن میزنن. اما در المپیک اتفاق جالبی افتاده. خانم ثریا آقایی
بدمینتون باز ایران در اولین رقابت خودش در بازی‌های المپیک توکیو پیروز شده و این پیروزی اولین برد تاریخ المپیک ورزش ایران هست که بر ایشان مبارک باشه. ولی در مورد گزارش بدمینتون این خانم ایرانی، گزارشگر اول، ست اول در واقع یا قسمت اول، اون گزارشگر به مسئله پوشش بازیگر ایرانی خانم ثریا اشاره کرده بود، اما با تمام کمال تعجب این گونه که گزارش دادن، در قسمت دوم گزارش گزارشگر تغییر کرده. یعنی اونجا هم سانسور هست برای گزارشگران، اینطور نیست که گزارشگران هر چی دلشون میخواد بگن. امروز تجمع اعتراضی هم در خیابان جمهوری داشتیم. دو پاساژ عمده علایالدین و چهارسو در خیابان جمهوری، برقشون شاید قطع شده و این کسبه دست به اعتراض زدن در خیابان و شعارهای هم دادن و شعارهای سیاسی هم دادن. به قول گزارشگران شعارهای هنجار شکنانه دادن و سعی کردن که دیگران را هم به این جمع اعتراضی خودشون اضافه بکنن، اما در نهایت این اعتراض به پایان رسید در بعد از ظهر یا پایان روز. برداشت انگور هم از تاکستان‌های خلیل‌آباد در خراسان آغاز شده. فصل انگور پاییز هم همینطور، اکنون هم همینطور انگور به وفور پیدا میشه. شاید بد نیست بدونین که انگور یک میوه پرخاصیت هست، استخوان‌هایتون رو تقویت میکنه. پس انگور میل بکنید حالا که دارن برداشت میکنن انگور رو تا فصل برگات برداشت هست، تا گران نشده. غیر از این میگرن رو درمان میکنه انگور و غیر از این خستگی رو کاهش میده انگور و دیابت رو کنترل میکنه، خطر آلزایمر هم کاهش میده و از سرطان هم پیشگیری میکنه. خلاصه فواید بسیاری داره این انگور که انواع و اقسام داره. اما متاسفانه خرما اتفاق بدی برش افتاده. 7500 نخل در خوزستان، در یکی از شهرهای خوزستان در شادگان تلف شدن، از بین رفتن و اگر این بیابی ادامه داشته باشه همه نخل‌های اونجا از بین خواهند رفت. حیف اون خرماهایی که باید هم صادر بشه هم مصرف بشه. و اما راهن سراسری ایران ثبت جهانی شده در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو این اتفاق افتاده که اینم اتفاق خوبی است. آقای امیر هایک، رئیس اتحادیه هتلداران اسرائیل، شده اولین سفیر اسرائیل در امارات. جالب این. و آقای رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم گفته واشنگتن آماده لغو تحریم ها علیه ایران هست. و وال استریت ژورنال هم با انتشار گزارشی مدعی شده ایران در روند مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در وین از واشنگتن خواسته خروج یک جانبه این کشور از برجام مشروط به تایید سازمان ملل متحد باشد، ولی که این کار برخلاف قوانین آمریکاست. اما یزله چیزی است که آقای عقیل دقاقله به اون پرداخته. یزله رو استعمار زدایی از شکل مقاومت خوانده. او نوشته تصور عمومی از اعتراض و مقاومت تصویری کلیشه‌ای است. ما تنها به تجمع‌های سازماندهی شده، آن هم با پلاکارد و در شکل‌های مشخص و تعریف شده اعتراض می‌گوییم. اما ایشون اضافه کرده در یزله مردان و یا زنان به گرد هم پایکوبی می‌کنند و مقطع انتهایی آنها از یک شعر را همخوانی می‌کنند. و اضافه کرده یزله تنها اعتراض نیست، بلکه زندگی نیز هست. برعکس تظاهرات و راهپیمایی که افراد معترض مسافتی را طی می‌کنند و از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر می‌روند، یعنی حرکت خطی دارند، در یزله مردم گرد هم می‌آیند و به شکل دوار حرکت می‌کنند. و اضافه کرده یزله اعتراضی است که از دل ساختارهای جامعه برمی‌آید.
اعتراضی که پس از استعمار زدایی از ذهن میتوان آن را دید، قدر نهاد، در آن مشارکت کرد و از دیدنش لذت برد.